خب ما جلسه قبل در واقع مفهوم اندازه پذیری رو تعریف کردیم که بر اساس اندازه بیرونی لبک تعریف میشد و به این صورت بود که یک رابطه ای بود که باید برای هر مجموعه آ چک بشه، یعنی اینکه برای هر مجموعه آ باید اون مجموعه توسط مجموعه مورد نظر ما که ای باشه به دو قسمت تقسیم بشه که اندازه بیرونیشون جمع بشه بشه همون اندازه بیرونی در واقع آ. و مثلا چند تا چیزی که ثابت کردیم راجع به این، یه نکته این بود که اولا یه سری مجموعه هایی رو ثابت کردیم اندازه پذیر هستن نسبت به این مجموعه، به عنوان مثال در واقع ثابت کردیم بازه ها اندازه پذیرن. توی آر، توی در واقع آر دو مثلا نیم صفحه های به شکل x بزرگتر مساوی 0 یا y بزرگتر مساوی 0 اندازه پذیرن و توی RN هم نیم فضاها در واقع نیم فضاهای به شکل مثلا یه xi بزرگتر مساوی 0 اینا اندازه پذیرن و دلیلش هم بود که اینا موقع مجموعه خوبی بودن که میشد اون در واقع اندازه بیرونی رو که بر اساس پوشش با مستطیل‌های افقی عمودی تعریف شده بود، اگر شما با یکی از این فضاها در واقع کار می‌خواستید بکنید، ای و ای مکملتون اونقدر خوب از هم جدا شده بودن که شما میتونستید این قسمت‌هایی از پوششتون که با هر دو اشتراک داره رو خیلی تمیز دو تیکه بکنید که هر کدوم دوباره یه پوشش جدید به شما بدن و این پوشش‌ها کاملاً مجزا باشن. این نکته بود که جلسه پیش ثابت کردیم. یه نکته هم در واقع جا داره همینجا بگیم که میشه این گزاره. گزاره ساده ایه. این هم باز یه دسته از مجموعه ها میگه که همواره اندازه پذیر هستن. در واقع میگه مجموعه های اندازه صفر حتما اندازه پذیر هستن. من یادآوری بکنم اندازه صفر چی بود؟ یادآوری زد در واقع را اندازه صفر میگیم اگر اندازه بیرونیش صفر باشه، اندازه بیرونی آن صفر باشه، یعنی امستارش صفر باشه، که البته صورت‌های معادلی ازش گفتیم. مثلا یکیش این بود که برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر بشه زد و با مستطیل‌های پوشوند که اندازه‌شون اپسیلون باشه حد اکثر. من کلا وقتی میگم مستطیل چون مثال‌ها رو بیشتر تو آر رو میکشیم، وگرنه در حالت کلی منظورمون جعبه است در آر ان. خب و این گزاره اینجا در واقع میگه که مجموعه اندازه صفر اندازه پذیر هستند و خب طبیعتاً اندازه‌شون صفر. حالا هنوز که اندازه لبگ رو تعریف نکردیم ولی در واقع اندازه لبگ میشه همون اندازه بیرونی رو مجموعه‌های اندازه پذیر. خب چرا باید تعریف اندازه پذیری رو براشون چک بکنیم دیگه؟ یعنی باید ثابت بکنیم بله آها صدا مشکل داره، بذارین تصویر رو قطع بکنم شاید که مشکل سرعت اینترنت باشه. الان حالا الان به حال چطور صدا؟ الان صدا میاد؟ خب حالا اگه باز مشکلی بود بگین. خب باید ثابت کنیم چی؟ باید ثابت کنیم برای هر مجموعه آ
اندازه بیرونی آ هست، اندازه بیرونی آ اشتراک زد به علاوه اندازه بیرونی آ اشتراک زد مکمل. خب این یه دلیل خیلی ساده داره، میتونید بگین چرا؟ الان مثلا زد یه مجموع اندازه صفره، مثلا چی؟ مثلا ما میدونیم که مثلا یه منحنی ساده، یه پاره خط، مثلا یه پاره خط این اندازش صفره توی آر رو وقتی هستیم. حالا اگر یه مجموعه آ داشته باشیم، این آه یه تیکش با این پاره خطه اشتراک داره که میشه خود این تیکه، یه تیکش هم میشه بقیه یه در واقع آه. میخوام بگیم که اندازه بیرونی آ میشه جمع این دوتا تیکه. خیلی دلیلش ساده است. چرا؟ توی این رابطه در مورد این چی میشه گفت؟ میشه گفت صفره؟ آره. چرا؟ چرا میشه گفت صفره؟ از کدوم ویژگی های اندازه بیرونی باید استفاده کنیم؟ ما میدونیم ام ستاره زد صفره. در مورد ام ستاره آ اشتراک زد چی میتونیم بگیم؟ یکی از خاصیت های پایه‌ای ام ستاره بود این. یعنی از خاصیت های بدیهیش هم بود، خیلی اثبات زیادی نداشت. که چی بود راجع به مجموعه ها در واقع چه ویژگی به ما میگفت؟ الان در واقع آ اشتراک زد و زد چه رابطه ای با هم دارن؟ این آ اشتراک زد اینجا میشه. خب نه، این چیز خیلی ساده بود در واقع. ببین ویژگی یک نواحی اندازه بیرونی بود کلن این بود که اگه آ زیر مجموع بی باشه، ام ستاره آ کوچکتر مساوی ام ستاره بی دیگه. الان هم آ اشتراک زد زیر مجموع زد دیگه، میگیم که در واقع به دلیل یک نواحی ام ستاره، یعنی سعودی بودن ام ستاره آ اشتراک زد کوچکتر مساوی ام ستاره زد دیگه. ام ستاره زد هم که صفر بود، بنابراین ام ستاره آ اشتراک زد هم باید صفر باشه، چون ام ستاره که نمیتونه منفی باشه. پس ام ستاره آ اشتراک زد صفره تو این رابطه. پس این صفره. خب پس ما باید ثابت کنیم ام ستاره آ مساوی ام ستاره آ اشتراک زد سیه. حالا نکتهش اینه که دوباره باز به تعریف به دلیل یک نواحی ام ستاره آ اشتراک زد سی کمتر مساوی ام ستاره آ هست دیگه، درسته؟ پس ما میتونیم تو این رابطه ای که میخوایم تساویش رو ثابت کنیم، این بزرگتر مساوی این طرفش رو ثابت کنیم. پس ام ستاره آ بزرگتر مساوی میشه از ام ستاره آ اشتراک زد به علاوه ام ستاره
اشتراک زد مکمل. چرا؟ چون این که صفر شد، اینم که خودش کمتر مساوی هم ستاره آ بود و کلا شبیه اثبات های دفعه پیش، هر وقت به این میرسیدیم حل بود دیگه، چون که به دلیل زیر جمعی بودن ام ستاره خود این بزرگتر مساوی ام ستاره آ میشه همیشه، این به دلیل زیر جمعی بودن. زیر جمعی بودن این بود که ام ستاره آ اجتماع ب کمتر مساوی ام ستاره آ به علاوه ام ستاره ب. الان این دوتا اجتماعشون میشه آ، پس جمع ام ستاره شون بزرگتر مساوی ام ستاره آه. بنابراین کلن مثل همیشه اگه شما این نامساوی رو ثابت کنی تساوی نتیجه میشه، چون اینو همیشه داریم در واقع. خب پس حکم ثابت میشه و یعنی مجموعه های اندازه صفر خلاصه اندازه پذیرن دیگه، شرط اندازه پذیری رو دارن. یه نتیجه هم که اینجا ازش میشه گرفت اینه که زیر مجموعه های مجموعه اندازه صفر هم همه اندازه صفرن، تو همین اثبات دیدیم دیگه، به دلیل یک نوایی زیر مجموعه های یک مجموعه اندازه صفر نیز اندازه صفر هستند. خب خیلی خوب، این یه جورایی از دست قبل جا مونده بود در واقع. پس ما دو دسته مجموعه ها رو اندازه پذیریشون رو تا اینجا ثابت کردیم، یکی بازه ها، نیم صفحه ها، نیم فضا ها هستن، یکی هم مجموعه های اندازه صفر هستن. خب بعد در ادامه کار، یعنی ما جلسه قبل گفتیم که داریم میریم به سمت ساختن اندازه لبگ، یعنی مجموعه های اندازه پذیر لبگ رو الان تعریف کردیم. باید بگیم که یه نقشه راهی داشتیم دیگه، این بود که مجموع اندازه پذیر رو تعریف کردیم، این رو هم ثابت کردیم که مجموع اندازه پذیر نسبت به اجتماع بستن، نسبت به مکمل که به وضوح طبق تعریف بسته بودن. بعد داریم میریم به سمت این که نشون بدیم ام ستاره وقتی تهدید بشه به اندازه پذیر یک اندازه میشه، که لازمه اینه که بگیم اولا اندازه پذیر یه سیگما جبرن، یعنی نسبت به اجتماع شمارا هم بستن، و اینکه ام ستاره روی اونها شمارا جمعیه. تا الان میدونیم شمارا زیر جمعیه، ولی بعد نشون بدیم رو اندازه پذیرها اگه مجزا باشن یعنی ام ستاره اجتماع میشه جمع ام ستاره ها، که در نتیجه میشه یه اندازه دیگه واقعا، که به اون میخواهیم گفت در واقع اندازه لبگ. خب گام بعدیمون تو این مسیر الان اینه که ما نشون دادیم نسبت به اجتماع متناهی بستن، بگیم متناهی جمعیه. خب یعنی چی؟ توی کتاب در واقع میشه این گزاره، اینو که ثابت کردیم اجتماع متناهی از اندازه پذیر و اندازه پذیره، جلسه قبل ثابت کردیم، میشه این گزاره که در واقع میگه که اگر یه n تا مجموعه اندازه پذیر داشته باشیم، ام ستاره اجتماعشون میشه جمع ام ستاره هاشون. و البته یه چیزی یه ذره قوی تر ثابت میکنه، میگه که علاوه بر اون اگر یه مجموعه دلخواه آ هم داشته باشیم، ام ستاره آ اشتراک اجتماع اینا میشه سیگما ام ستاره آ اشتراک ایکاها. اثبات هم خیلی ساده است. خب پس گزاره در واقع این هست که اگر E1 تا EN اندازه پذیر و A دلخواه باشد، M ستاره A اشتراکش با اجتماع EI ها از 1 تا N، این میشه سیگمای M ستاره A اشتراک EI. خب و در واقع که یه نتیجه ای از این گرفته میشه که اگه مثلا آ رو بذاریم کل اون فضای ایکسمون، نتیجه میشه که ام ستاره شمارا جمعیه، یعنی ام ستاره اجتماع. این البته ای آیا باید مجزا هم باشن، من یادم رفت اینجا بگم، مجزا بودن اینجا مهمه، اندازه پذیر و مجزا، دو به دو مجزا.
دو به دو مجزا و عادل خواه. ام ستاره اجتماع ای آی ها میشه سیگما ام ستاره ای آی ها، یعنی خاصیت شماره ببخشید متناهی جمعی. متناهی جمعی روی متناهی تا مجموعه اندازه پذیر. خب این حالا اثبات گزاره رو بگیم. اثبات گزاره ساده است، یه جورایی یه شکل بکشن مشخص میشه. ببین ما یه مجموعه دلخواه آ داریم که طبق معمول کج و کله میکشیمش، یه سری ای آی مجزا هم داریم، مثلا فرض کن یه شکلی بکشیمشون، یه سری شبیه مستطیل بکشیمشون، مثلا یه همچین چیز داری. خب ای یک، ای دو، ای سه، الاخر مثلا تو این شکل ستا هم فرض کن. آ توسط اینها یه قسمت هایش پوشیده میشه دیگه. این تیکه مثلا میشه آ اشتراک ای یک، این تیکه میشه آ اشتراک ای دو، این تیکه میشه آ اشتراک ای سه. میخوایم بگیم جمع این سه تا تیکه، در واقع اجتماع این سه تا تیکه اندازه بیرونیش میشه جمع اندازه بیرونی سه تا تیکه. فقط هم میخوایم از اندازه پذیری ای آیا استفاده کنیم. تعریف اندازه پذیری هم این بود که هر مجموعه ای رو به طور تمیز دو تیکه میکنن. چجوری الان اینو ثابت بکنیم؟ خیلی ساده است. یعنی ما چطور ثابت بکنیم که مثلا میتونید به مساوی دوش فکر بکنید، اونو بگید دیگه بقیهش ساده. مثلا این مساوی یکش که واضحه، درسته؟ دو طرف اصلا یه چیزن. ولی وقتی این مساوی دو باشه، مثلا چی داره میگه؟ ام ستاره آ اشتراک ای یک اجتماع ای دو، باید بگیم هست ام ستاره آ اشتراک ای یک و علاوه ام ستاره آ اشتراک ای دو. ما باید مثلا از اندازه پذیری ای یک یا ای دو استفاده کنیم برای یه مجموعه خاصی که به جای اون آه میذاریم. اون آه چی باید اینجا باشه؟ تقریبا معلومه. یعنی چه مجموعه ای رو باید توسط ای یک ما دو قسمت بکنیم؟ به توسط چه مجموعه توسط ای یک افراز بکنیم این رابطه به دست میاد؟ در واقع اینجا نکتهش اینه که مجزا بودن ای یک و ای دو رو ما داریم و این خیلی کمک میکنه مجزا بودن ای یک و ای دو رو وقت داشته باشیم. در واقع کافیه که خود اینو بگیریم اون آه تو تعریف اندازه پذیری. یعنی اگر تعریف اندازه پذیری مثلا ای یک را برای این مجموعه به کار ببریم، چی میشه؟ این مثلا ازشو بذاریم یه آ کج، مثلا این ازشو بذاریم یه آ اینجوری، این ام ستاره آ چی میشد؟ میشد ام ستاره آ اشتراک ای یک و علاوه ام ستاره آ اشتراک ای دو. ببخشید ای یک مکمل. خب آ اشتراک ای یک چی میشه؟ آ اشتراک ای یک که میشه، این که میشه همون آ معمولی اشتراکش با ای یک، چون آ هست اشتراکش با ای یک اجتماع ای دو دیگه. دوباره با ای یک اشتراک بگیریم این حذف میشه. آ اشتراک ای یک مکمل چی میشه؟ چون ای یک و ای دو مجزان، اگه شما دوباره اینو اشتراک بگیرید با مکمل ای یک، این ای یک حذف میشه، میشه آ اشتراک ای دو. درسته؟ بنابراین این رابطه ثابت میشه برای حالت دوتا. حالا حالت انتهایش هم مشابهه. بذار حالا یه دفعه حالت انتهایشو بگیم. الان ما در واقع میدونیم که هر ای آی و ای جی در واقع اشتراکشون توهیه. میگه بیاین این کار رو بکنیم، مثلا یکیشون از این ای آیا بگیریم، مثلا ای انو بگیریم
برای EN اندازه پذیری رو بنویسیم. ها مجموعمون رو چی میگیریم؟ مجموعمون رو میگیریم همین قسمت های هاشور خورده اجتماع اینها. خب یعنی A رو میگیریم همون A اشتراک اجتماع EI ها از یک تا N. بعد حالا بیایم این مجموعه هاشور خورده رو با کدوم EI ها افراز کنیم؟ مثلا با EN. وقتی شما با EN افراز بکنی یه تیکش میشه این قسمت، این آبیه، یه تیکش هم میشه بقیه هاشور خورده ها. درسته؟ در نتیجه میتونی بگی که اندازه خارجی، اندازه بیرونی کل هاشور خورده ها میشه اندازه بیرونی آبیه بله و اندازه بیرونی بقیهش، که بقیهش بعدی حالت استقرایی پیدا میکنه. پس میگیم چی؟ میگیم که تعریف اندازه پذیری را، تعریف اندازه پذیری مثلا EN را برای این مجموعه آی جدیدی که تعریف کردیم به کار میبریم. میگه که اندازه بیرونی این آ جدید از اندازه بیرونی آ اشتراک EN به علاوه اندازه بیرونی آ اشتراک مکمل EN. خب حالا باز در واقع چی میشه؟ این میشه خود آ اشتراک آ معمولی اشتراک EN میشه، به دلیل اینکه این آی خودش اشتراکش با اجتماع همه ای آی هست. دوباره با این اشتراک بگیریم این حذف میشه. این چی میشه؟ این هم میشه آی اشتراکش با اجتماع بقیه، چون الان با ای این مکمل که اشتراک بگیریم اون ای اینی که تو این اجتماع هست عملا حذف میشه. بنابراین میشه این آی اشتراک اجتماع ای آی ها از یک تا ان ام ان های یک. پس در واقع اینو ما نتیجه گرفتیم دیگه، ام ستاره آ اشتراکش با اجتماع ای آی ها از یک تا ان این مساوی شد با ام ستاره آ اشتراک ای ان به علاوه ام ستاره آ اشتراکش با اجتماع ای آی ها از یک تا ان ام ان های یک. که خب این دیگه به صورت استقرایی دوباره همین اندفعه ای ان ام ان های یک رو میگیریم، بعد ای ان ام ان های دو تا ای یک، سپس از استقرا استفاده میکنیم. خب بنابراین اثبات ساده بود و نکته مهمش هم مجزا بودن ایایا بود. مجزا بودن ایایا خیلی کمک کرد اینجا، چون اینا هیچ همپوشانی ندارن. وقتی شرایط اندازه پذیری رو برای یکیشون مینویسیم اصلا کاملا جدا میشن همه از هم. بنابراین این رابطه در واقع ثابت شد و در نتیجه خاصیت متناهی جمعی اندازه بیرونی تا اینجا ثابت شده. خب حالا پس توی این نقشه راهمون این رو هم ثابت کردیم. خیلی نزدیک شدیم به مفهوم اندازه، ولی هنوز نمیتونیم شمارا تا مجموعه رو درباره اجتماعشون صحبت بکنیم. باید اول ثابت کنیم اجتماع شمارا تا مجموعه اندازه پذیر اندازه پذیره، بعدش بگیم که اندازه بیرونی اجتماع شمارا تا مجموعه اندازه پذیر مجزا هم میشه جمع اندازه بیرونی هاشون. خب الان پس بریم سراغ این قسمت. خب که کتاب اینو در واقع اینجا گفته، اینجا در واقع مفهوم جبر رو یادآوری میکنه که ما گفتیم دفعه قبل دیگه. جبر یعنی یک خانواده از مجموعه ها که نسبت به مکملگیری و اجتماع شمارا در واقع بسته باشه، که از این نتیجه میشه نسبت به اشتراک شمارا هم در واقع بسته هست. حالا اینجا یه نکته میگه که تو اثبات بعدی ازش استفاده میکنیم، اونو خواهیم گفت. گزاره بعدی همینیه که قرار بود ثابت کنیم اجتماع شمارا تا مجموعه اندازه پذیر اندازه پذیره. الان پس ما وضعیتمون اینجوریه که گزاره مثلا یه سری مجموعه اندازه پذیر داریم، اسمشون رو بذاریم
یک مثلا ای دو الاخر، یک ای دو الاخر مجموعه های اندازه پذیر لزومن مجزا نیستن. ببینید وقتی میخوایم سیگما جبر بودن رو ثابت بکنیم، فرض نمی کنیم مجموعه مجزا هن، باید اجتماع غیر مجزا ها هم اندازه پذیر باشه، ولی وقتی میخوایم شماره جمعی رو ثابت کنیم باید فرض کنیم مجزا مجموعه اینا نامتون های مجموعه اندازه پذیر هن. در واقع اجتماعشون هم بگیریم ای، ای هم هست اجتماع ای آی ها، آی از یک تا بی نهایت، آنگاه ای اندازه پذیر است. خب بله، بریم ببینیم چی رو باید ثابت کنیم برای اینکه بگیم ای اندازه پذیر. بذار یه شکل بکشیم، مثلا یه سری باز. خب ببین، برای اثبات اندازه پذیری طبق معمول باید همین تعریف در واقع کارات اودوری رو چک بکنیم دیگه، یعنی ام ستاره هر آی میشه این. خب باز دوباره مجموعه آ داریم، دلخواه، و شمارات هم مجموعه داریم. مثلا این مجموعه ها رو چه شکلی بگیریم؟ مثلا یه همچین شکل هایی بگیریم و تعدادشون رو شمارا بگیریم دیگه، تعداد بی نهایت. یعنی این همجوری ادامه داره. خب ای یک، ای دو، ای سه الاخر، اینا همپوشانی هم دارن. بعد میخوایم مثلا همچیزی رو ثابت بکنیم، امستاره آ اشتراک ای، آ اشتراک ای مکمل. ببینید نکته اینه که ما چون تو گزار قبلی در واقع متناهی جمعی بودن رو اثبات کردیم، میخوایم یه جوری این اجتماع بکنیم از یک تا n، بعد یه جوری حد بگیریم دیگه. منتها مسئله اینه که ما برای خود ام ستاره هیچ جور پیوستگی تا الان ثابت نکردیم، برای راحت نمیتونیم حد بگیریم، یه ریزکاری داره اون وسط. خب چیکار میکنی؟ میگه که یه کار جالبی میکنه، در واقع اول میاد ای آی ها رو مجزا میکنه با همون تکنیکی که قبلا بلد بودیم. ما در واقع قبلا تو اثباتا اینو این ایده رو داشتیم که یه سری مجموع غیر مجزا داریم، میتونیم خودمون به صورت دستی اونا رو مجزا بکنیم. چجوری این کار رو میکردیم؟ میومدیم میگفتیم که ببین پس اینو باید ثابت کنیم، میایم تعریف میکنیم، مثلا یه سری مجموعه F1، F2، F3 الاخر تعریف میکنیم که F1 همون E1 باشه، F2 باشه E2 منهای E1، F3 باشه E3 منهای در واقع E2 اجتماع E1. هر کدوم رو منهای قبلی ها میکنیم، کلن افکا میشد ایکا منهای اجتماع قبلی ها. خب وقتی اینا رو اینجوری تعریف میکردیم، اتفاق خوبی که میفته اینه که اولا اون ایه که میخوایم بگیم اندازه پذیره میشه همون اجتماع اف آی ها، آی از یک تا بی نهایت. چرا؟ چون اون چیزایی که کم میکنیم از هر کدوم تو قبلی ها هست، درسته؟ انگار مثلا همچین کاری کردیم، در واقع مجموعه اولیمون میشه همین ایه که، مجموعه دومیمون در واقع این تیکه ازش کم شده دیگه، این میشه مثلا همچین چیزی، مجموعه سومیمون باز دوباره اون قبلی ها ازش کم شده میشه مثلا این تیکه. ولی اجتماعشون همونه، درسته؟ خب این نکته اول. نکته بعدی این که این اف آی هایی که ما تعریف میکنیم اندازه پذیرن. به دلیل چی؟ اگه گفتین چرا؟ دومن اف آی ها اندازه پذیرن. چرا؟ فرض ما این بود که ای آی ها اندازه پذیرن با چیزایی که تا اینجا ثابت کردیم،
چرا نتیجه میشه اف آی ها اندازه پذیرن؟ نه 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 دو به دو مجزا هم هستن. البته خوب بود دومن رو اون بگم. دومن اف آی ها دو به دو مجزا هن، چون اصلا نحوه ساختمون اینجوری بود که دو به دو مجزا بشه. این میشه سومن. چرا اندازه پذیرن؟ یه هر چیزایی که دو به دو مجزا باشن که اندازه پذیر نیستن. ما میگفتیم اگه مجزا باشن و اندازه پذیر باشن، مثلا جمع اندازه بیرونی هاشون میشه فلان. ولی از اندازه پذیر بودن ای آی ها با چیزایی که تا اینجا ثابت کردیم، چرا نتیجه میشه اف آی ها اندازه پذیرن؟ به نقشه راهمون برگردیم. چی رو تا اینجا ثابت کردیم؟ با این، با یکی از همین چیزایی که تا اینجا ثابت کردیم نتیجه میشه که اف آی ها اندازه پذیرن. اف آی ها چجوری ساخته شدن از روی آی ها؟ یعنی منظورم اینه که با چیزایی که تا اینجا ثابت کردیم چه جور عملیاتی برای ساختن مجموع اندازه پذیر مجازه، و اینکه آیا اف آی ها اونجوری ساخته شدن یا نه. از کدوم این یک و دو و سه به نظر شما اینجا باید استفاده کنیم؟ آره از دو باید استفاده کنیم دیگه. در واقع دو به ما میگه که چه عملیاتی مجازه. هر عملیات مجموعی متناهی مجازه. و نکته جالب اینجا اینه که تو ساختن اف آیا ما فقط از عملیات متناهی استفاده کنیم تو ساختن هر کدوم. درسته که کلن همشون نامتناهی هم، ولی در ساختن هر اف آیا خاص ما یه دونه منها داریم، یه متناهی تا اجتماع داریم. بنابراین این در واقع اندازه پذیرها میفته. بنابراین دلیلش اینه که زیرا اندازه پذیرها جبرن و این هم یه عملیات متناهیه، بنابراین اف آیا همه اندازه پذیر هستن. این خیلی نکته اثبات مهمی میشه توی این اثبات و جالب، یعنی اینکه ما خیلی راحت میتونیم تو فرض گزاره از اول فرض کنیم ای آی ها مجزا ان انگار، چون این اف آی هایی که ساختیم همه خاصیت های ای آی ها رو دارن. اولا اجتماعشون همون ایه میشه که میخوایم ثابت کنیم اندازه پذیرن، بعدش هم اندازه پذیرم که هستن مثل ای آی ها، علاوه بر اون مجزا هم هستن. یعنی انگار میتونستیم از اول بگیم ای آی ها مجموع اندازه پذیر مجزا ان، و این مجزا بودنه به ما کمک میکنه بتونیم از خاصیت متناهی جمعی استفاده کنیم. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ خب یادآوری کنیم که چی رو باید ثابت میکردیم. باید ثابت کنیم که M ستاره A برای هر A میشه M ستاره A اشتراک E و علاوه M ستاره A اشتراک E مکمل. دیگه E آیا رو میتونیم فراموش کنیم، با F آیا کار کنیم. خب حالا میام اینو میگیم، میگیم که بیایم این اجتماع بکنیم از یک تا n. خب اینجا در واقع کتاب، البته یکم نوتیشنش با ما فرق داره، گیج نشین ها. کتاب اصلا اون ایای اولیه رو ننوشته، یه راست گفته که اینا رو مجزا میکنیم. بعد fn-ای که گرفته اجتماع ایکا از یک تا n، ما اینو اسمشو میذاریم مثلا gn. خب
یا بذاریم SN مثلا بهتره. آره. قرار میدهیم SN باشه اجتماع FI ها I از 1 تا N. این در مورد SN ما میدونیم که خب SN اندازه پذیر هست دیگه، به دلیل اینکه اجتماع متناهی تا اندازه پذیره. SN اندازه پذیر هست، درسته؟ حالا بیایم برای SN تعریف اندازه پذیری رو بنویسیم. تعریف اندازه پذیری برای SN رو بنویسیم. M ستاره A برای هر مجموعه A مساوی میشه با M ستاره A اشتراک SN به علاوه M ستاره A اشتراک SN مکمل. بعد اگر میتونستیم یه جوری از این رابطه حد بگیریم، بگیم این به این میل میکنه، اینم به این میل میکنه، خوب بود دیگه، چون SN که به ایمیل میکنه به عنوان مجموعه. ولی خب متاسفانه نمیتونیم این کار بکنیم، چون هیچ پیوستگی برای اندازه بیرونی ثابت نکردیم. چیو ما میتونیم بگیم با قطعیت؟ یک نکته اینه که اولا توی این رابطه در مورد این چی میتونیم بگیم؟ چون SN زیر مجموعه ایه، SN مکمل شامل ای مکمله، بنابراین میگیم که چون SN زیر مجموعه ایه پس SN مکمل شامل ای مکمله، پس M ستاره A اشتراک SN مکمل بزرگتر مساویه M ستاره A اشتراک ای مکمل. پس یه نامساوی بین این و این ما ثابت کردیم. حالا درسته؟ حالا در مورد این چی میتونیم بگیم؟ اینجا میخوایم از مجزا بودن FI ها استفاده کنیم. میگیم که چون FI ها مجزا هستن و تعدادشون هم متناهیه دیگه، از یک تا N مجزا هستن، طبق گزاره قبلی که ثابت کردیم M ستاره A اشتراک SN رو میتونیم بنویسیم سیگمای M ستاره A اشتراک FI ها I از یک تا N. خب از این دوتا نکته روی هم نتیجه میشه که بذاریم توی این رابطه، تو تعریف اندازه پذیری اگه بذاریم، نتیجه میشه که M ستاره A این بزرگتر مساوی بود دیگه، بزرگتر مساوی میشه از سیگما M ستاره A اشتراک FI ها I از یک تا N به علاوه M ستاره A اشتراک ای مکمل. خب حالا که ما M ستاره رو تبدیل به سیگما کردیم، اینجا دیگه میتونیم N رو به بی‌نهایت میل بدیم، چون دیگه اون حد داخل M ستاره نیست، سیگما اومده بیرون M ستاره. حال N رو به بی‌نهایت میل میدیم، یه سری داریم از یک تا N. وقتی N رو به بی‌نهایت میل میدیم خب میشه از یک تا بی‌نهایت دیگه. بنابراین M ستاره A چون این از اینم بزرگتر مساویه، از حدشون هم بزرگتر مساوی میشه، بزرگتر مساوی میشه از سیگما آی از یک تا بی نهایت ام ستاره آ اشتراک اف آی ها به علاوه ام ستاره آ اشتراک ای مکمل. و اینجا از یک ویژگی باز مقدماتی اندازه بیرونی استفاده میکنیم که جلسه قبل ثابت کردیم. در مورد این چی میتونیم بگیم؟ در مورد این سیگما یه نامساوی میتونیم بگیم. کوچیکتر مساویه یا بزرگتر مساویه از چیه؟ در واقع اگر میدونستیم که اندازه بیرونی شماره جمعیه که خب این میشد M ستاره A اشتراک E، ولی ما نمیدونیم شماره جمعیه، میدونیم شماره زیر جمعیه. شماره زیر جمعی بودن چه جهتی نامساوی رو میده به ما؟
مجموع اندازه بیرونی ها چی میشه؟ ببین الان این آ اشتراک اف آی ها یه سری مجموعه هایی هن که اجتماعشون چی میشه؟ با توجه به اینکه اجتماع خود اف آی ها میشه ای دیگه کجا نوشته بودیم؟ اینجا بود، چون اجتماع خود اف آی ها میشه ای، بنابراین این آ اشتراک اف آی ها اجتماعشون میشه خب طبیعتاً آ اشتراک ای دیگه. بعدش هم درسته میدونیم مجزان، ولی نمیخوایم مثلا از مجزا بودنش اینجا استفاده کنیم چون هنوز شماره جمعی که ثابت نکردیم. کلا وقتی یه سری مجموعه داریم جمع اندازه بیرونی هاشون بزرگتر مساوی میشد دیگه، به خاطر خاصیت شماره زیر جمعی بزرگتر مساوی میشد از اندازه بیرونی اجتماعشون، اجتماع آ اشتراک اف آی ها. درسته، به علاوه این هم که همجوری می نویسیم و این چیه؟ این گفتیم میشه آ اشتراک ای دیگه، بنابراین این در واقع هست امستار آ اشتراک ای به علاوه امستار آ اشتراک ای مکمل. خلاصه رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم ولی با نامساوی، ولی خب مثل همه اثبات های قبلی همین نامساوی کافیه. ما الان نشون دادیم امستار ای بزرگتر مساوی اینه، مثل همیشه باز به خاطر شمارا زیر جمعی این طرفشو داریم که این بزرگتر مساوی امستار آه، چون که اجتماع این دوتا، اجتماع این دوتا میشه آ دیگه، بنابراین جمع امستاره هاشون بزرگتر مساوی امستاره آه، پس کلا همه اینا تساوی میشن دیگه، پس حکم ثابت میشه. پس در واقع میشه گفت تکنیک اصلی اثبات دو تا نکته بود، یکی این که ما مجزا کردیم ای آی ها رو، کردیم اف آی، و دیگه این که از اون متناهی جمعی استفاده کردیم، این ام ستاره رو تبدیل به یه سیگما متناهی کردیم که بتونیم اینو به بی‌نهایت میل بدیم. خب و از شمارا زیر جمعی فقط استفاده کردیم در اثبات. خیلی خوب، پس برگردیم به نقشه راهمون. این در واقع مرحله رو هم رد کردیم، فقط قول آخرش مونده که در واقع باید بگیم ام ستاره شماره جمعیه روی مجموعه اندازه پذیر. خب بنابراین اینجا رو هم رد کردیم. این گزاره رو که ما قبلا ثابت کردیم اینجا ثابت میکنه هر بازه اندازه پذیره، اثباتش هم عیناً همون اثباتیه که ما گفتیم. و اینجا هم راجع به این بحث میکنه که نکته که درست پیش هم گفتیم که چون هر مجموعه باز اجتماع مجزایی از بازه های باز هست، از گزاره قبلی‌ها نتیجه میشه که هر مجموعه بازی اندازه پذیره. حالا همونجوری گفتم کتاب رویدن فقط در مورد آر داره باز درباره بعد یک صحبت میکنه، ولی ما چون از اول برای بعد ان دلخواه گفتیم، اینجا هم میتونیم این شکلی بگیم که در هر بعد دلخواهی، در هر بعد انی، هر مجموعه بازی اجتماعی از جعبه های بازه. خب البته دیگه تو بعد ان اجتماع مجزا نمیشه، ولی اینجا اهمیتی نداره. هر اجتماعی از در واقع مجموعه های اندازه پذیر ما الان ثابت کردیم اندازه پذیره، در نتیجه مجموعه های باز اندازه پذیر میشن و در نتیجه مجموعه های بسته که مکمل اونها هستن هم اندازه پذیر میشن. اینجا این اصطلاح هم فکر میکنم ما تعریف نکرده باشیم، شاید هم گفته باشم نمیدونم، مجموعه های بورل. در واقع مجموعه های بورل عبارتند از
سیگما جبری که توسط مجموعه باز تولید میشه. یعنی شما مجموعه باز رو بگیرید با مکمل و اجتماع و اشتراک هرچی میتونید بسازید بسازید با فرنده شمارا، به اونا میگن مجموعه بورل به اصطلاح. و با توجه به چیزایی که تا اینجا ثابت کردیم، یعنی اینکه مجموعه اندازه پذیر یه سیگما جبر تشکیل میدن، با توجه به این نکته چون بازها رو هم ثابت کردیم اندازه پذیرن، بنابراین هر چیزی که از روی بازها با عملیات سیگما جبری ساخته بشه هم اندازه پذیره. بنابراین مجموعه های بورل مجموعه های اندازه پذیر هستن. و اینم از این. خیلی خب، اینجا به مفهوم جی دلتا و اف سیگما گفته که حالا من جلوتر اشاره میکنم، خیلی مهم نیست برای ما. این گزاره هم خیلی ساده است، من دیگه واردش نمیشم. میگه هر وقت مجموع اندازه پذیر باشه، اگر شیفتش بدین با یه عدد ثابت جمعش بکنین، اون هم اندازه پذیره. دلیلش میگه خب اندازه بیرونی چون بار بازه ها تعریف شده، نسبت به شیفت در واقع این وریانت هست. خب یه چیزی رو ثابت نکردیم، یه چیزی رو روش پریدیم. کجا ثابت کرده اندازه بودن رو؟ فکر کنم بخش بعدی ثابت کرده. بله، آره این دیگه خیلی ساده است این قسمت کار. خب الان پس میریم سراغ اثبات 5. بگذاره شماره جمعی باید مجموعه ها مجزا باشن. پس یه سری مجموعه های 2 به 2 مجزا داریم و اندازه پذیر. مجموعه های اندازه پذیر 2 به 2 مجزا، آنگاه ای هم بگیریم اجتماعشون. نه دیگه همجوری نمیسیم. امستاره اجتماع ای آی ها های از یک تا بی نهایت مساوی هست با سیگمای امستاره ای آی ها های از یک تا بی نهایت. این دیگه الان اسمش خیلی ساده است. باز با همون ایده متنایی کردن مجموع میریم جلو. اینجا دیگه چون ای آی مجزا هم هستن لازم نیست مجزاشون کنیم. میگیم که اگر اجتماع در واقع اینجوری میگیم اثبات، میگیم که خب ام ستاره اجتماع ای آی ها، خب این بزرگتر مساویه وقتیه که ما از 1 تا n اجتماع بگیریم دیگه، چون این زیر مجموعه این میشه، درسته؟ بعد اینجا از متناهی جمعی استفاده میکنیم، اینجا به خاطر متناهی جمعی بودنه اندازه بیرونیه که قبلا ثابت کردیم، که این مساوی میشه با سیگمای آی از 1 تا n ام ستاره ای آی ها. خب بعد دوباره چیکار میکنیم؟ حالا n رو به بی‌نهایت میل بدیم. وقتی n میاد تو سیگما دیگه راحت میتونیم به بی‌نهایت میل بدیم، تبدیل میشه به بی‌نهایت. برابر این حال n به بی‌نهایت میل میدیم، چون این از همه اینا بیشتره، از حدشون هم بیشتره دیگه. پس ام ستاره اجتماع ای آی ها های از 1 تا بی‌نهایت بزرگتر مساوی میشه از سیگمای آی از 1 تا بی‌نهایت ام ستاره ای آی ها. ما تساوی میخواستیم ولی دوباره مثل همیشه بزرگتر مساوی در اومد، ولی میدونیم که این هیچ اشکالی نداره، چون که ما شماره زیر جمعی رو از اون طرف داریم، یعنی این خودش میدونیم که بزرگتر مساوی ام ستاره اجتماع ای آی ها هست آیا از 1 تا بی‌نهایت.
این به خاطر شماره زیر جمعی. برای این دوباره این تساوی میشه دیگه، پس حکم ثابت میشه. خب پس در واقع شماره جمعی بودن ساده بود خیلی. و حالا این برای نقشه راه در واقع محقق شد، ما به اهداف برنامه 4 ساله رسیدیم. خب بریم سراغ نتیجه و جمع‌بندی این 2 جلسه. بیایم در واقع ام رو تعریف کنیم، خانواده همه زیر مجموعه های اندازه پذیر لبگ منظورمون هست دیگه. و حالا در RN بذاریم دیگه، در یه RN. ام ستاره هم که همون اندازه بیرونی، اندازه بیرونی، اندازه بیرونی در RN باشه. نتیجه‌ای که ما الان می‌گیریم از همه چیزایی که ثابت کردیم، بذار به عنوان یک قضیه بگیم، RN به همراه سیگما جبر M و اندازه بیرونی، اینم بذاریم M دیگه، M ستاره رو هم، M ستاره که همون باشه، تهدید M ستاره به اندازه پذیر ها هم اسمشو میذاریم M. یعنی دامنه M ستاره رو کردیم همون M، چون M ستاره رو کل زیر مجموعه تعریف شده بود، ما فقط رو اندازه پذیر ها نگاه میکنم. اینو بهش میگیم اندازه لبگ. خب قضیه میگه که این یک فضای اندازه کامل است. خب همه چیز رو شما ثابت کردیم قبلا، فقط کامل رو باید یادآوری کنیم. در واقع این که سیگما جبر هست رو که ثابت کردیم، در واقع اثباتش شامل این قسمت هست که البته ما دیگه لازم نیست اثبات کنیم. اولا ام سیگما جبره که ثابت کردیم، دوما ام روی ام شماره جمعیه که ثابت کردیم. فقط کامل بودن رو یادآوری کنیم، کامل بودن این بود که پس فضا اندازه شد، کامل بودن این بود که یادآوری، کامل بودن این بود که اگه مجموعه اندازش صفر بود، همه زیر مجموعه هاش هم اندازش صفر باشن. اگر زیر مجموعه اندازه پذیر باشن، چون اگه اندازه پذیر باشن خود به خود مجبور میشن اندازه صفر باشن، و ام بی صفر باشه، آنگاه اندازه پذیر باشن. که اینم عملا تو یکی از گزاره ها ثابت کردیم دیگه، چون اگر ام بی اندازه صفر باشه، ام بی اگر صفر باشه، ام چیه؟ ام همون ام ستاره است، ام ستاره بی صفره. ما ثابت کردیم ام ستاره بی صفر باشه، ام ستاره هر زیر مجموعهش هم صفره، و ثابت کردیم هر چیزی که ام ستارهش صفره اندازه پذیره، بنابراین اینم ثابت میشه. و این میشه در واقع فضای اندازه لبگ، و این در واقع امه میشه اندازه لبگ توی RN. یه نکته دیگه ای که باز از همه صحبت قبلی در میاد اینه که ام شامل همه مجموعه های بورل هست. دلیلش هم اینه که باز در یک جمله، چون ثابت کردیم که ام شامل مستطیل ها هست، و چون سیگما جبره شامل باز ها هست، و بورلا هم که از روی باز ها به دست می اومدن در واقع
با عملیات شمارا روزه. بنابراین اصولا همه مجموعه هایی که ما در طول زندگانیمون ممکنه بهش بر بخوریم توی مجموعه های اندازه پذیر هستن. اما یه چیزی که دیگه ما ثابت نمی کنیم اینه که M شامل همه مجموعه ها نیست. فکر میکنم جزء تمرین ها یا مثال های کتاب باشه، حالا دیگه از موضوع ما دوره، ولی فقط جهت اطلاع مجموعه های غیر اندازه پذیر وجود، یعنی اندازه ناپذیر وجود دارن. مجموعه های اندازه ناپذیر وجود دارند که اینها مجموعه های عجیب و غریبی هن اصولا، یعنی اثبات هاشون معمولا اثبات های خیلی ساختنی نیست، وجودی. خب اینم از این نکته. ما تقریبا میشه گفت عملا بخش 2-2 و 2-3 رو کامل گفتیم. بخش 2-4 هم در واقع یه قضیه اصلی داره که الان میگیم. بخش 2-5 هم عملا قبلا ما برای فضاهای ابسترکت، فضای مژر کلی گفتیم، دیگه نیازی نداریم. همین بخش 2-6 که شما اگه خودتون علاقه من بودین میتونین مطالعه کنین، راجع به مجموعه اندازه ناپذیر صحبت میکنه و اینکه وجود دارن و اینها. بنابراین فقط از این بخش تنها چیزی که باقی میمونه ما بگیم این بخش 2-4 هست که اتفاقا چیز شهودی و جالبی هست. بذار من انگیزش رو بدم. این نوع تعریف اندازه پذیری که ما گفتیم در این دو جلسه نسبتا جدیده، یعنی از تاریخی، یعنی گفتم دیگه کاراتو داره این تعریف رو داده. تعریف منظر من یه نقطه قوتی داره یه نقطه ضعف، منظورم همین تعریف عجیب و غریبیه که برای هر آ باید این رابطه برقرار باشه. نقطه قوتش اینه که خیلی کلیه، تو همه فضاهای اندازه قابل استفاده است، یعنی تو همه فضاهایی که شما یه چیزی شبیه اندازه بیرونی داشته باشین میتونید از این استفاده کنید. بعد نه تنها باهاش میشه اندازه لبگو ساخت، خیلی اندازه‌های دیگه‌ای که جای دیگه نظریه اندازه وجود دارن باهاش ساخته میشه. همین کلی بودنش باعث شده که بیشتر کتاب‌ها از این تعریف استفاده می‌کنن، ولی یه نقطه ضعف داره به نظر من، کمی غیر شهودیه و معلوم نیست از کجا اومده اصلا این تعریف. تعریف‌ها شهودی‌تری وجود داره که حالا بعضی منابع از اونها استفاده می‌کنن، منتها اینجوری نیست که به هر حال به چیز متفاوتی برسه. بعدا ثابت میشه همه اینا با هم معادلن، مفاهیم مختلف اندازه پذیری. یکی از اون روش های تعریف اندازه پذیری همین چیزی که الان میخوایم بگیم، که اصلا میشد اینو تعریف قرار داد، رفت جلو و بعد اینو به عنوان یه قضیه بیان کرد. خب این تعریف کمی شهودی تره، بیشتر در واقع منطبق با همون ایده اندازه بیرونیه یا تقریب زدن مجموعه ها از بیرون. بذار اینو به عنوان یک قضیه ما دیگه الان بگیم. صورت قضیه رو بنویسیم بعد توضیحش بدیم. میگه که مجموعه ای اندازه پذیر است توی RN، اگر و تنها اگر مجموعه باز O وجود داشته باشد. ببخشید برای هر اپسیلونش هم باید میگفتیم، برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر مجموعه باز O شامل ای وجود داشته باشد که این اتفاق بیفته، ام ستاره او منهای ای کمتر از اپسیلون. این مثلا خیلی تعریف شهودی و طبیعیه برای اندازه پذیری،
و خب این قضیه میگه که این معادله با همون تعریف کاراتئودوری دیگه. حالا رو شکل یکم فکر کنیم این چی داره میگه. میگه که فرض کن یه مجموعه ای من دادم به شما، شما میخواییم ببینین اندازه پذیر هست یا نه. میگه بیاید از بیرون با بازها تقریبش بزنید. یعنی چی؟ یعنی یه بازهایی بگیرین شامل این به نحوی که اون قسمت اضافیش، یعنی این قسمتی که این بین هست این اندازه بیرونیش به دلخواه کوچیک باشه. اگه شما بتونید این کار رو بکنید اون مجموع اندازه پذیره. یعنی اگه بتونید برای هر اپسیلون اینو به نحوی تقریب بزنید از بیرون که قسمت اضافیش اندازه بیرونیش کوچیک باشد، اون مجموعه اندازه پذیر هست. خیلی تعریف شهودیه دیگه. یعنی مثلا مجموعه این مرزش، چون گفتیم دیگه اندازه ناپذیری به خاطر مرزه، مرز ناجوره، مرزش اونقدر ناجور نباشه که مرزش اونقدر ناجور نباشه که در واقع نشه اصلا اون قسمت اضافی رو کوچیک کرد. این میشه در واقع تعریف معادل اندازه پذیری. حالا الان کار ما ساده است البته، چون خیلی ویژگی های اندازه پذیری رو ثابت کردیم، الان اینو راحت میتونیم انجام بدیم. بیام چی کار میکنیم؟ میگیم که ببینید خوشبختانه خود تعریف اندازه بیرونی مبتنی بر تقریب از بیرون بود دیگه، از همون میتونیم استفاده کنیم. میگیم که در واقع این مجموعه ایماه اثبات. خب ام ستاره ای چی بود اصلا؟ ام ستاره ای یادمون بیاد بود اینفیموم سیگما مساحت مستطیل ها که میپوشوندن ای رو. خب میگیم که خب چون ام ستاره ای اینفیموم یه مجموعه یه دیگه، هر موقع یه اینفیموم شما داشته باشین یه عضوی از اون مجموعه هست که فاصلش تا اینفیموم از اپسیلون کمتره. خب پس پوششی از ای با مستطیل های باز یا جعبه های باز وجود دارد که اون سیگمای قدر مطلق آرکی ها کمتر از ام ستاره ای به علاوه اپسیلونه، کمتر از اینفیموم به علاوه اپسیلونه. درسته؟ این که ویژگی اینفیموم است. حالا دقت کنید که اون مستطیل ها رو وقتی شما بریزید رو هم، یه سری مجموعه بازن دیگه، مستطیل های بازن، اجتماع مستطیل های باز خودش مجموعه باز میشه و شامل ای هم هست دیگه. پس قرار میدیم او رو میذاریم همون اجتماع مستطیل ها، قرار میدهیم او مساوی اجتماع آرکی ها، او بازه و شامل ای هم هست و به دلیل خاصیت زیر جمعی اندازه، حالا چون ممکنه آرکاها همپوشانی داشته باشن، ام ستاره او کمتر مساوی چیه؟ سیگمای ام ستاره آرکی هاست که خب مستطیل ها که خب اندازه پذیرن، ام ستاره شون همون مساحتشون رو قبلا ثابت کردیم، این هم میشه بنابراین سیگما قدر مطلق آرکی ها. پس نتیجه که گرفتیم، پس ام ستاره او کمتر از ام ستاره ای به علاوه اپسیلونه. خب اما هم او هم ای چی هن؟ اندازه پذیرن، چون او بازه، بازها اندازه پذیرن، ای هم که فرض کردیم اندازه پذیره، او و ای اندازه پذیرن. پس در واقع چون ام ستاره روی مجموعه های اندازه پذیر، یعنی روی اندازه پذیر های لبگ یک اندازه است، ام ستاره او من های ای، چون او زیر مجموعه ایه دیگه، این هم یه جا بنویسیم
و چون ای زیر مجموعه او ببخشید ای زیر مجموعه او ام ستاره او منهای ای میشه ام ستاره او منهای ام ستاره ای، درسته؟ خب این چیه؟ اینو بیارین این طرف، این کمتر از اپسیلونه دیگه، این همون چیزی که میخواستیم ثابت کنیم دیگه، میخواستیم بگیم ام ستاره اومنهای ای کمتر از اپسیلون. ما یه طرف قضیه رو الان ثابت کردیم، یعنی ثابت کردیم اگه ای اندازه پذیر باشه این رابطه برقراره، این طرف رو ثابت کردیم. دقت کنید اگر ای اندازه پذیر نباشه تا یه جایی این اثباتو میشه پیش رفت ها، یعنی اگر ای اندازه پذیر نباشه شما تا اینجا همچنان اینو دارید، این رابطه هم درسته. چیزی که دیگه درست نیست اگه ای اندازه ناپذیر باشه این قسمته، اینو دیگه ندارید اگر ای اندازه پذیر نباشه. یعنی شما وقتی ایتون اندازه پذیرم نباشه میتونید از بیرون تقریب بزنید مجموعه رو، ولی اون قسمت اضافی ممکنه ام ستارهش بیشتر از تفاضل ام ستاره اینا باشه. این رابطه رو دیگه در اون صورت ندارید. خب پس این طرف در واقع ثابت شد. حالا اون طرف، اون طرفش هم باز خیلی سخت نیست، اثبات این طرف. الان فرضمون چیه؟ حکممون چیه؟ فرضمون اینه که برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود دارد او باز شامل ای که ام ستاره او منهای ای کمتر از اپسیلونه. حکممون چیه؟ حکممون اینه که ای اندازه پذیره. خب خوشبختانه لازم نیست بریم تعریف کاراتوبودوری رو چک کنیم، یه کار ساده تری میتونیم بکنیم. ببینیم، پس ما الان یه مجموعه ای داریم، برای هر اپسیلون میتونیم از بیرون تقریبش بزنیم، خب به نحوی که اون قسمت اضافی از اپسیلون کمتر باشه. حالا بیایم یه دنباله ای از تقریبا بگیریم که هی بهتر و بهتر بشن. اپسیلون رو بگیریم یک انوم، اپسیلون رو برابر یک انوم بگیریم، پس یک بازی وجود داره، مثلا ازش رو بذاریم او ان. طبق فرض در واقع باز او ان شامل ای وجود دارد که در واقع ام ستاره او ان منهای ای کمتر از یک انومه. خب حالا این او ان ها هی در واقع تقریب های بهتر و بهتری میشن برای ای. خب حالا بیام چیکار کنیم؟ کار معقول اینجا چیه به نظر شما؟ هر کاری که به نظرتون معقول میرسه بگید. یه جورایی میخوام اینو به بی‌نهایت میل بدیم دیگه، اینو به بی‌نهایت میل بدیم، بعد اون وقت ایو با چه مجموعه ای در واقع تقریب میزنیم اگه اینو به بی‌نهایت میل بدیم؟ اگه اینو به بی‌نهایت میل بدیم این آینا کوچیک و کوچیکتر میشن. خب تهش چی میمونه ازشون؟ چون همشون شامل ای هن، تهش یه چیزی میمونه که اونم شامل ای هست دیگه. اون مجموعه نهایی رو که در واقع اشتراک او ان ها، بیانوش رو بذاریم مثلا جی، قرار میدهیم جی مساوی اشتراک او ان ها، این از یک تا بی نهایت. جی البته دیگه باز نیست، چون که اشتراک مجموعه باز، اشتراک نامتناهی تا باز لزوما باز نیست. خب یه مجموعه ایه، ولی نکته مهم اینه که
چون اشتراک بازهاست و بازها اندازه پذیرن، چون بازها اندازه پذیرن، اشتراک شمارات اندازه پذیره و اندازه پذیره، جی نیز اندازه پذیر است. از طرفی چون جی زیر مجموعه همه او ان ها، پس اون رابطه رو اگه ما برای جی بنویسیم ام ستاره جی منهای ای، این چی میشه؟ این کمتر مساوی ام ستاره او ان منهای ای میشه دیگه، برای هر ان، برای هر ان که این هم خب کمتر از یک انومه. خب چون این برای هر ان برقراره، حالا انو ببینه حد میل بدیم نجیم میشه این چیه؟ صفره. پس ام ستاره جی منهای ای صفره. یعنی ما چیکار تونستیم بکنیم؟ تونستیم یه مجموعه ای شامل ای پیدا بکنیم که اون قسمتی که در واقع اضافه داره، حالا این شکل خوب نیست چون اون قسمت واقعا اندازش صفر نیست، ولی تصور کنید اون قسمت اضافی اندازه صفر باشه. خب حالا از این چرا نتیجه میشه ای اندازه پذیره؟ هر چیز اندازه صفری گفتیم چیه؟ اندازه پذیره. پس جی منهای ای اندازه پذیره، جی اندازه پذیره، این تفاضل هم اندازه پذیره، پس چی میشه؟ ای اندازه پذیر میشه. در واقع ای هست جی منهای جی منهای ای دیگه، پس ای اندازه پذیره، چون اندازه پذیر ها سیگما جبرن دیگه، نسبت به مکمل و اینها بستن، پس ای اندازه پذیر است. حالا این طرف اثبات تموم شد الان، ولی یه نتیجه مفیدی داشت که مستقلن به درد بخوره. در واقع ما اینجا یه چیز جالب ثابت کردیم، اینجا، و اون اینه که نتیجه که از اثبات میگیریم اینه که برای هر مجموعه اندازه پذیر ای وجود دارد مجموعه ای که مجموعه ای شامل ای که اجتماع شمارا باز است، اشتراک شمارا باز است، مجموعه جی شامل ای که اشتراک شمارا باز است و در واقع جی منهای ای اندازه صفره. یعنی میشه از بیرون با یه مجموعه ای که اشتراک شمارات بازه تقریبش زد که قسمت اضافیش اندازه صفر باشه. اصلا این اشتراک شمارا باز رو حالا ما زیاد باش کار نداریم، ولی چون تو کتاب گفته و جهت اطلاعتون بهش میگن یه مجموعه جی دلتا، اسمش هم عجیب غریبه، نمیدونم وجه تسمیه این اسم چیه، ولی هر مجموعه‌ای که اشتراک شمارات باز بشه بهش میگن مجموعه جی دلتا. و اینو این دوتا نکته‌ای که ما تا اینجا ثابت کردیم و تو این قضیه 11 کتاب آورده، در واقع خود اونم یه تعریف معادل برای اندازه پذیری میشه، میگه که این تعاریف زیر همه معادلن با اندازه پذیری ای. یکی همین که برای هر اپسیلون یه بازی وجود داشته باشه شامل ای که این کمتر از اپسیلون باشه، یکی این که یه مجموعه جی دلتا جی وجود داشته باشه شامل ای که ام ستاره جی منهای ای صفر باشه. و این دوتا چیزی که ما ثابت کردیم اگه شما مکمل بگیرین همه حرفا رو، چون مکمل اندازه پذیر اندازه پذیره، تبدیل به این میشه، باز تبدیل به بسته میشه، و در نتیجه این دوتا حکم معادل رو داریم که برای هر اپسیلونی یه مجموعه بسته F وجود داره درون E به جای شامل E که M استاره E منهای F کمتر از اپسیلونه، و همینطور یه مجموعه F سیگما. F سیگما هم یعنی اجتماع شمارات بسته، G دلتا بود اشتراک شمارات باز، مکمل G دلتا میشه اجتماع شمارات بسته.
یه مجموعی وجود داره، اجتماع شمارات بسته است درون ایه و ام ستاره ایمن های اف میشه 0. این دوتا گزاره دوم یه جور تقریب از درونن با مجموعه های بسته. این هم چیز جالبیه، یعنی شما مجموعه اندازه پذیر رو همونطور که از بیرون میتونی با مجموعه های باز تقریب بزنی، از درون میتونی با مجموعه های بسته تقریب بزنی. از درون نمیشه با مجموعه باز تقریب زد، چون ممکنه یه مجموعه شما داشته باشی اصلا هیچ مجموعه بازی توش جا نشه، مثلا مجموعه کانتور. مجموعه کانتور اصلا توش هیچ بازی پیدا نمیشه، همه جاش سوراخ سوراخه، ولی توش مجموعه بسته زیادی پیدا میشه. این قضیه داره میگه که شما میتونی مجموعه اندازه پذیر رو از درون با بسته ها تقریب بزنی، از بیرون هم که با بازها دیگه. این دوتا اثباتی نداره خیلی، از اون اثبات قبلی ها مکمل بگیرین این به دست میاد. و بسیار عالی دیگه، از این فصل دیگه بقیه نکات شما نیاز نداریم. و خیلی خوب، راجع به اندازه لبگ آنچه میخواستیم بگیم روی آر ان ها گفتیم. این نکته رو باز بگم که این تعریف های معادل برای اندازه پذیری فقط رو فضای آر ان کار میکنه، در حالی که خب خیلی از کاربردهای نظری اندازه از جمله خصوصا کاربرداش توی احتمال روی فضای آر ان نیست. فضای احتمال یه فضای مجرد و ابسترکتیه، میتونه اصلا فضای اقلیدسی نباشه. اونجا شما اصلا مفهوم باز و بسته ندارین روی فضای اندازه دلخواه. وقتی فضای مفهوم باز و بسته ندارین، این نوع تعاریفی که با استفاده از بازها میاد تقریب میزنه در واقع اندازه پذیری رو، خیلی به کار نمیان اونجاها دیگه. این نوع تعاریف به اصطلاح روی فضاهای متریک و فضای توپولوژیک فقط کار میکنن، در حالی که خب تعریف کاراتودوری دیدیم که خیلی کلی بود، فقط نیاز به مفهوم اندازه بیرونی داشت، نیازی به مفاهیم توپولوژیک و متریک در واقع نداشت. اما به هر حال این شهود بهتری میده نسبت به اندازه پذیری. و خب این بخش هم تموم شد. ما از جلسه بعد در واقع بخش انتگرال لبگ رو شروع میکنیم که حالا تخمین من 3 جلسه هست، فکر میکنم 3 جلسه دیگه ما نیاز داریم که دیگه این بخش آخر درس خواهد بود و درس ما به پایان میرسد.